تو این بخش قراره که با آپریتور های سی شارپ رو با همدیگه بررسی بکنیم آپریتور ها چی یعنی در اصل ما چطوری میتونیم عملیات ضرب و جمع و تفریق و باقی مونده گرفتن و انجام بدیم یک سری عملات عملیات های حسابی هستش یا اینکه مثلا چجوری میتونیم بیایم بگیم که یک عددی کوچیک‌تر از یک عددیه آیا این هست یا نیست یا آیا برابر هست یا نیست خب یا بیایم اینا رو با هم دیگه اند بکنیم یعنی چی یعنی اگر که مثلا هر دو دو قسمت در یک معادله ترو باشه خروجی ما میشه ترو اگر مثلا هر دو فالس باشه خروجی ما میشه فالس یا اور بکنیم خب حالا این مفاهیمو شما شاید جای دیگه یاد گرفته باشین یا نه من به صورت خیلی بیسیک میگم پس ما هم دیگه میام اینا رو بررسی میکنیم که ببینیم اپراتورها چیا ها هستن خب میریم سراغ اسلایدا توی اسلاید که داریم ما در اصل اومدیم اپراتورهای آریتمتیک رو در اصل داریم بررسی میکنیم آریتمتیک اپراتورز تو این قسمت دست به معنی آریتمتیک به معنی حساب یعنی کارهای ریاضی عملیات اصلی ریاضی که انجام میدیم ما جمع و داریم تفریق ضرب تقسیم خیلی ساده مشخص شده برای جمع کردن خب مشخصه که a به اضافه b می نویسیم a منهای b و اینا منتها یه قسمتش برای تقسیمه که بی تقسیم برای A که به این صورت می نویسیمش می به صورت این اسلش این علامت به معنی باقی مونده گرفتنه اینجا موقع که می زنیم بی علامت درصد ای یعنی اینکه که بی رو تقسیم برای ای کن و باقی مونده شو به من بده یک حالتی هم هستش که ما یک علامت دوتا مثبت کنار هم داریم یا حالت هم که هست علامت دو تا منفی کنار هم این به معنی اینه که یک واحد زیادش کن یا یک واحد کمش کن خب بنابراین موقع که A ای اینجا تعریف شده به این معنیه که یک واحد میتونه افزایش پیدا بکنه خب تو قسمت بعدی ریلیشنال اپراتورز رو داریم در از اپراتورهای رابطه‌ای اینا رابطه یعنی چی یعنی که آیا آیا دو طرف یه قسمتی رو ما میخوایم مقایسه کنیم ببینیم وضعیتش چجوریه A ای آیا با B برابر هست مثلا اگر این دوه اونم دوه آیا جفتشون برابرن خروجی ریلیشنال اپراتورز چیه بولیانه بوله که تعریف کردیم که یا true یا فالسه خب حالا با B برابر است خروجیش میشه بولیان یا ترو یا فالس برابر نیست رو اینجوری می‌نویسیم نیست رو نات رو به این صورت می‌نویسیم و بزرگتر آیا هستش کوچکتر هستش بزرگتر مساوی هستش کوچکتر مساوی اینا رو شما باید همه رو یاد بگیرین و حفظشون بکنین که درس از علامتاشون به چه صورتی نوشته میشه تو قسمت بعدی لاجیکال اپراتورز ها هستن که اند مشخص میکنه که حالا من میگم که اند چرا دو تاست یا یه دونه به چه صورتیه ولی به صورت کلی مشخص میکنه که این دوتا با همدیگه اند میشن شما باید جدول اند کردن دوتا چیز رو نگاه بکنید موقعی که true و true اند بشن میشه true false و false اند بشن میشه false true و false اند بشن میشه false اه، و اه، false و true هم به همین صورت خب حالا یه حالت هم اور کردنه که اور کردن به این معنیه که در اصل یک طرفی باید true باشه اگه یکیش true باشه خروجی true رو برمیگردن اند کردن باید همشون ترو باشن خروجش ترو بشه اور کردن باید یکیش باشه و میتونیم هم که از نات استفاده کنیم که به بر میشه برعکس اون کلیت اپراتورها به این صورت هستش حالا میریم با همدیگه توی کد بررسی میکنیم که ببینیم چجوری رو انجام بدیم من یه مثالی میزنم یه مثالی میزنم فرض کنیم که من میخوام سن خودم رو وارد بکنم سن یکی از دوستام رو وارد بکنم بعد اینا رو بیام باهاش یک سری عملیات روش انجام بدم خب بنابراین یک <applause> <applause> نوع از نوشتن وریبلو به این صورته که من میام می نویسم رامینز age اینجا من گفتم که میتونم سنم مشخص کنم میزنم سی و یک و اینجا هم میزنم مثلا ساراز ایج اینا مثلا فرض کنیم میزنم 29 خب این یک حالتیه که من نوشتم یک حالت دیگه هم که میتونم همینو بنویسم خب به این صورته تو یه خط میتونم بنویسم رامینز مینز ایج سی و یک کاما یه نو دیگه میخوام تعریف کنم ساراز ایج 29. بسته میکنم پس این بالایی رو را... این بالایی معادل همین پایینی است پس اینو من پاکش میکنم بهتون یه روش نوشت... نوشتنش رو در اصل به یک صورت دیگه گفتم خب حالا حالا من میام یک سری عملیاتی رو این انجام میدم میدونم که این دستوره یه خروجی می نویسه خب میگم که اه... اول میام اینا رو می نویسم میگم که در اصل رامین و سارا سنشون چقدر هستش میگم که رامین رامینز ایج ایز و به علاوه رامینز ایج اینو تو خروجی می عین این همینو برای سارا میذارم سارا ساراز ایج این هم تو خروجی می نویسه خب این هلو ورد هم پاک میکنم خب تا اینجا کار خاصی انجام ندادیم حالا حالا میخوام بگم که بعد از یک سال چه اتفاقی میفته خب حالا میام میگم که اینجا مینویسم که رامینز ایج افتر ا یر ایز خب این وسط من سن رامینو زیاد میکنم به این صورت گفتیم که این علامت در اصل یک واحد به age اضافه میکنه درسته یک روش دیگه نوشتن این چیه؟ اینو برای سارا میذارم میذارم سارا اینه که من بیام بگم ساراز age مساویه با ساراز age به اضافه یک یعنی سارا همونو بگی به اضافه یک کن تو خود سن سارا بریز خب جفت این حالت ها که بالا نوشتم و پایین نوشتم یک واحد به اون اضافه میکنه اینو من اگر الان ران بکنم تا اینجا می‌بینیم که الان سن ما رو در اصل باید توی خروجی ما چاپ بکنه خب ببینید که این بالا نوشت رامینز ایج ایز سی و یک ساراز ایج سی و یک. خب جفتش چرا شد سی و یک آها اه من اینجا یه چیزی رو اشتباه نوشتم برنامه رو می میبندم اینجا نوشتم ساراز ایج ولی مقدار رامینز ایج رو هم نشون میدم در صورتی که باید مقدار ساراز ایج رو نشون بدم خب پس من تو این قسمت هم یه چیزی رو اشتباه نوشتم اینجا باید یه پیغامی رو بنویسه رامینز ایج, ایج افتر ای یر، بعد از یک سال دوباره همون عدده رو بنویسه و سن سارا هم بعد از یک سال دوباره همون عدد رو بنویسم دوباره رانش میکنم بعد اول سن ما رو بگه بعد بگه بعد از یک سال انقدر میشه بعد از یک سال هم سارا انقدر میشه بنابراین بنابراین ما این خروجی که الان میبینیم اولش نمیشه سی و یکه سارا بیس بعد از یک سال سی و دو میشه رامین بعد از یک سال سارا میشه سی درسته خب ما اومدیم الان پس یکی از این در از جمع کردن و اینکریمنت کردن در از یک مقدار رو نگاه کرد خب حالا حالا میایم نگاه بکنیم ببینیم که از در اصل اپراتور دیگه چجوری میشه استفاده کرد من گفتم که میتونم حالا ببینم که کدومش بزرگتره کدومش کوچیکتره درسته خب حالا میام از این آپریتور استفاده میکنم رامینز ایج بزرگتر هستش از ساراز ایج خب این اپراتور گفتم که خروجیش یه بولینه خب پس این یه محاسبه ای انجام میشه که باید توی یک بولین ریخته بشه خب پس بنابراین بنابراین میام یک بولیان تعریف میکنم is رامین older خب و در اصل در از خروجی این میشه یک بولیان که اگر بزرگتر باشه میشه true اگر کوچکتر باشه میشه false خب و در اصل من میام خروجی رو اینجا چاپ میکنم خروجی هم میام دوباره یه کنسول رایت می نویسم و می نویسم که is ramin older و همین مقدار بولیانه رو اینجا میذارم خب و موقع که ران بکنم موقع که ران بکنم میگه که is ramin older true چرا و دو بزرگتر از سیه پس خروجیه میشه true حالا حالا من میام نگاه میکنم یه دونه یه قسمتی داریم که تقسیم کردنه خب میام ببینم که آقا من مثلا چند دهه ازم گذشته از سن من خب میام یه اینتیجر تعریف میکنم میگم دکیت دکیت یعنی دهه ها خب مقدارش رو میذارم رامینز ایج خب. بران که دهه هستش تقسیم میکنم به ده خب. و میام اینجا میزنم کنسول دات رایت لاین و مقدارش رو مینویسم میگم که رامین هز پست مثلا چه مقدار از دکیتز این عدده خب و دوباره به انگلیسی هم می نویسم دکیتز خب و اینو من ران می کنم اینو ران می کنم و الان بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی داره میفته ببینید موقعی که این الان برنامه ران میشه باید چه عددی به من نشون بده <تصفح> چون که عدد من سن من در از سی و دوه خب تقسیم بر 10 بشه انتظار داریم که اه... یه عدد اشاری به ما بده چون خب سی نیستش که مستقیم بگه سه ولی عددی که به من داده سه هستش خب به خاطر اینه که به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من یه عدد صحیح رو دارم تقسیم بر یه عدد صحیح میکنم و خروجی من عدد صحیحه پس من عدد اشاری نمیگیرم خب پس سی و دو تقسیم بر 10 اینجا میشه سه و با باقی موندهش هم دیگه کاری نداره پس به من میگه که من الان سه دهه از عمر من گذشته متاسفانه خب اه... حالا پس ما به صورت کلی آشنا شدیم که از این آپریتور ها چه استفاده ای میتونیم بکنیم خب جلوتر جلوتر از همه اینا استفاده میکنیم اه... مثل اند کردن و اور کردن و چیزهای دیگه فعلا در این حد کافیه و ما فهمیدیم که آپراتورا چی هستن و چه جوری ازشون میشه استفاده کرد با مثالی که زدیم و جلوتر توی کدایی که مینویسیم و در از فصلهای بعدی از همه اینا قراره که استفاده بکنید به نظر من شما هم برین اینا رو به صورت کلی مرور بکنید و کدایی که ما مینویسیم هم خودتون مجددا بنویسیم و تمرین کنید ببینید که جایی اشکالی نداشته باشین منتها مفهوم شما اینجا با همدیگه فهمیدیم میریم که قسمت بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم